باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد ناآرامی‌ها در ایران، آنچه در مصر واقعی بود باید در ایران هم واقعی باشد، ولی آنچه فرق می‌کند این است که رژیم ایران به مردم شلیک می‌کند. مردم باید بتوانند تجمع کنند و عقاید خود را بیان کنند. گزارش تلویزیون CNN از تظاهرات مردم تهران. معترضان یک پوستر خامنه‌ای رهبر رژیم را پایین کشیدند و آن را آتش زدند. خبرگزاری ایتالیایی آنسا: درگیری‌های گسترده بین نیروهای امنیتی رژیم ایران و تظاهرکنندگان در تهران و برخی شهرهای دیگر از جمله اصفهان. مریم رجوی گفت: مانند مصر و تونس، قیام مردم ایران تا سرنگونی دیکتاتوری مذهبی ادامه خواهد داشت. آسوشیتد پرس: تظاهرکنندگان شعار می‌دادند مرگ بر دیکتاتور. نیروهای امنیتی رژیم ایران خطوط تلفنی موبایل را قطع کرده بودند. روزنامه گاردین چاپ انگلستان: تظاهرات ایران شاهد تجدید قوای فعالان و آمدن هزاران تن به خیابان‌ها بود. تلویزیون یورونیوز: تظاهرات مردم ایران در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، رشت و مشهد. تلویزیون الجزیره: در تهران فقط در یک نقطه تظاهرات نبود، بلکه در چندین نقطه تهران چندین هزار نفر به خیابان‌ها ریختند. جنون وحشت و لرزه در سراپای دیکتاتوری آخوندی در پی قیام و خروش بهمن ماه. زوزه های ولی فقیه ارتجاع علیه مجاهدین در شبکه‌های تلویزیونی رژیم و عربده کشی سرکوبگرانه در مجلس ارتجاع. آخوند خاتمی، عضو هیئت رئیسه خبرگان آخوندی: اغتشاش دیروز غیر قابل انتظار از جنس فتنه روز عاشورا بود. پاسدار لاریجانی، رئیس مجلس رژیم: همه هدف این بود که با مشابه سازی مدعی شوند در بحران منطقه ایران هم دچار مسئله داخلی. ادامه تظاهرات مردم عراق در بغداد و بابل و کربلا و دیوانگی و دیگر نقاط این کشور علیه دولت نوری مالکی. شعارهای تظاهرکنندگان در برابر نیروهای امنیتی: کاری با شما می‌کنیم که در مصر با مبارک کردند. و گزارش‌های از شرقیه از تظاهرات مردم در استان‌های بغداد و قادسیه. اظهارات تظاهرکنندگان در میدان تحریر بغداد: به برادران مصری‌مان می‌گوییم شما قبلی بودید و ما بعدی هستیم.